خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844 688 9740. به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. در روزهای آخر ماه ژوئیه 2021 سندی در اختیار اسکای نیوز قرار گرفته که محتوای آن 5 گزارشی میباشه در ارتباط با حملات سایبری علیه اهداف حساسی در کشورهای غربی. شایع است که این سند توسط ارتش سایبری جمهوری اسلامی تهیه شده. اسکای نیوز گزارش میده که این سند افشا میکنه که چگونه میتوان با یک حمله سایبری یک کشتی عظیم باری را منفجر کرد یا اینکه پمپ سوخت یک پمپ بنزین را به آتش کشید. یک سخنگوی وزارت دفاع انگلستان به نام بن والس میگوید که این سند ایرانی از آسیب پذیری انگلیس و متحدانش در برابر حملات سایبری صحبت میکنه. آقای بن والس به اسکای نیوز میگه که اگر کاری انجام ندهیم زیرساختهای حیاتی ملی ما و شیوه زندگی ما با تهدید روبروست. در ماها و هفته های گذشته چندین بار حملات سایبری بر علیه شرکت های بزرگ آمریکا مانند شرکت کلونیال پایپلان رخ داده که صدمات شدیدی را به وجهه آمریکا وارد کرده. این حملات تأثیرات منفی عظیمی بر روی نیازهای انرژی و نیازهای مواد غذایی آمریکا به جا گذاشتند. همچنین در این هفته حملات سایبری به تأسیسات نفتی عربستان سعودی آرامکو باعث نگرانی نه تنها عربستان سعودی بلکه همپیمان عربستان آمریکا گشته. آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه 28 ژوئیه 2021 هشدار داد که بر اثر حملات سایبری میتواند یک جنگ واقعی اتفاق بیفته. آقای بایدن گفت من فکر میکنم که اگر ما به جنگی کشیده شویم به یک جنگ واقعی با یک قدرت بزرگ، این به احتمال قوی در پی یک حمله سایبری در ابعاد وسیع خواهد بود و این احتمال بسیار محسوس توسعه پیدا میکنه. در سال 2017 هم در یک پژوهشی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود که در کنار چین و روسیه جمهوری اسلامی رهبری آمریکا را چالش کشیده. شکی نیست که یکی از مواردی که آمریکا به آن اشاره میکنه خطر حملات سایبری جمهوری اسلامی است. در پی اشغال کویت توسط صدام حسین در ماه اوت 1990 ارتش آمریکا حملات نظامی نابود کننده ای را بر علیه ارتش عراق در کویت آغاز و ارتش آمریکا تا نزدیکی بصره در جنوب عراق پیشروی کرد. در این حملات زمینی و هوایی ارتش آمریکا به کویت و به بغداد ارتش عراق از هم پاشید. من در زمان جنگ آمریکا بر علیه عراق در سال 1991 در بغداد حضور داشتم و برای تلویزیون های آلمان و مجله اشترن آلمان گزارش تهیه می کردم. شاهد
بمباران سیستماتیک بغداد توسط نیروی هوایی آمریکا بودم. در اثر هزارها حمله هوایی و موشکی در کمتر از چند هفته و بمباران بدون وقفه آمریکا، پایگاه‌ها، فرودگاه‌های نظامی، پل‌ها و دکل‌های تلویزیون و مخابرات و بسیاری از زیرساخت‌های عراق نابود شدند. بعد از دو هفته بمباران پی در پی آمریکا در بغداد، شاهد بودم که سیستم دفاعی عراق و تمام واحدهای دفاع هوایی از کار افتاده بودند. ارتش بیش از 100 هزار نفری صدام در کویت با دادن چندین ده هزار کشته چنان ضربه مهلکی خورده بود که قادر به دفاع از خود در مرزهای عراق نبود. ارتش آمریکا قادر می بود بدون هیچ گونه مقاومتی در سال 1991 تا بغداد پیشروی بکنه و حکومت صدام حسین را ساقط بکنه. برای مخبرین جنگی مانند من که در بغداد منتظر حمله زمینی ارتش آمریکا بود، تعجب آور بود که ارتش آمریکا پس از آزادی کویت وارد عراق و حمله به بغداد نشد. حکومت صدام حسین تا جنگ دوم آمریکا بر علیه او در سال 2003 پایبر جا ماند. در پی نابودی ارتش عراق در سال 1991 به وسیله نیروهای آمریکا، برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیدند که هرگز قادر نیستند در جنگی با ایالات متحده آمریکا با امکانات متعارف قدرتمند نظامی آمریکا مقابله کنند. جمهوری اسلامی که بعدها توسط جورج دبلیو بوش در کنار سوریه و کره شمالی به عنوان کشور محور شرارت نامیده شد و احساس میکرد که بعد از سقوط صدام حسین توسط آمریکا در سال 2003 نوبت اوست، رو به جنگ سایبری بر علیه آمریکا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آورد تا بتونه در یک جنگ نامتقارن با قدرت نظامی آمریکا رقابت بکنه. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در همان سالهای ابتدای جنگ آمریکا بر علیه عراق، به عبارت دیگر در سال 2005 ارتش سایبری خود را تشکیل داد. گروه های جنگ سایبری سپاه پاسداران ادعا کردند که بین سالهای 2008 تا 2010 هزاران وبگاه را در آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس هک کردند. در آن زمان، یعنی بین سالهای 2008 و 2010، کشورهای غربی، آمریکا، اروپا و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی تهدیدهای جنگ سایبری به وسیله جمهوری اسلامی را جدی ترقی نمی کردند. گرچه ارتش سایبری جمهوری اسلامی همانطوری که بعدها علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراف کرد، مدت‌ها بود که استفاده از سلاح‌های سایبری را پیشه کرده و در این رابطه بسیار پیشرفته بود. یکی از اتفاقاتی که باعث گسترش رشد سریع جنگ سایبری، به معنای دیگر جنگ نامتقارن جمهوری اسلامی گشت، حمله ویروس استاکنت به سایت غنیسازی اورانیوم در نطنز بود. طبق اسنادی که امروز در اختیار همگان قرار دارند، در یک شبیه‌سازی سانتریفیوژهای سایت نطنز در آمریکا و اسرائیل و در یک عملیات مشترک سایبری آمریکا و اسرائیل، حمله بدافزار استاکنت در سال 2010 بیش از 1000 سانتریفیوژ ایران را تخریب کردند. به نظر می رسید که حمله استاکنت، این پروژه مشترک دولت اوباما و دولت اسرائیل، سرآغاز جنگ های سایبری در سراسر دنیا باشه. بنابراین این حمله استاکنت تأثیر بزرگی بر پروژه ارتش سایبری جمهوری اسلامی داشته. در واقع حملات استاکنت شکاف بین ایران و آمریکا را عمیق‌تر کرد و باعث تسریع پروژه‌های سایبری ایران شد. با
با توافق اتمی برجام در سال 2015 می رفت که جنگ سایبری بین جمهوری اسلامی و آمریکا پایان یابد یا با کاهش چشمگیری روبرو شود. اما با خروج دونالد ترامپ از توافق اتمی و کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سپاه پاسداران در فرودگاه بغداد در 3 ژانویه 2020 نه تنها جنگ سایبری بین جمهوری اسلامی و آمریکا ادامه یافت، بلکه در حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد عراق که نیروهای آمریکا در آنجا مستقر هستند، در روز 8 ژانویه 2020 تعداد 100 نفر از سربازان آمریکا جراحات روانی برداشتند و تحت معالجه قرار گرفتند. با آمدن آقای جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا و در 6 دوره مذاکرات در وین پایتخت اتریش، انتظار می رفت که توافق جدیدی بین آمریکا و جمهوری اسلامی شکل بگیره، تحریم‌های آمریکا برداشته شوند و تنش‌های خطرناکی که می توانند منجر به یک جنگ واقعی شوند کاهش یابند. ولی با انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران، خیلی از توافقاتی که در مذاکرات وین دولت حسن روحانی و دولت جو بایدن به آن دست یافته بودند زیر سوال قرار گرفتند. این در حالی است که آقای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در روز پنجشنبه 29 ژوئیه 2021 اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا به وضوح قصد خود را برای بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک برجام نشان داده و اکنون توپ در زمین ایران قرار داره. آقای بلینکن که در یک کنفرانس خبری در کووید صحبت میکرد گفت: ما حسن نیت و قصد خود را برای بازگشت به توافق هسته‌ای برجام به وضوح نشان داده ایم. اما نکته این است که ایران نیاز به تصمیم گیری دارد. بلینکن خاطر نشان کرد که آمریکا هنوز برای بازگشت به وین آماده است، اما این روند نمیتواند به طور نامحدود ادامه یابد. این دعوت آقای بلینکن به مذاکرات وین مصادف بود با انتقادهای شدید علی خامنه ای از حسن روحانی رئیس جمهور ایران. علی خامنه ای روز چهارشنبه 28 ژوئیه 2021 در آخرین دیدارش با دولت حسن روحانی گفت که آمریکا تحریم ها را بر نمی داره. علی خامنه ای اضافه کرد که آمریکا شرط هم می گذاره که اگر توافقی هم بشود باید جمله ای در آن بگنجد که بعدها درباره برخی موضوعات صحبت شود. در ادامه انتقادش به روحانی، خامنه ای گفت که آمریکا می خواهد با گذاشتن این جمله بهانه‌ای برای دخالت‌های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه‌ای فراهم کند و اگر جمهوری اسلامی حاضر به بحث درباره آنها نشود بگوید توافق را نقض کرده‌اید، توافق بی توافق. بعد از این سخنان علی خامنه‌ای، کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین در مصاحبه سخنان علی خامنه‌ای را در جلسه‌ای با کابینه حسن روحانی تایید کرد. کاظم غریب‌آبادی تأکید کرد که طرف‌های غربی در مذاکرات وین خواهان گنجاندن بندی در توافق احتمالی وین هستند که در آن صحبت از گام‌هایی شامل کاهش تنش در خاورمیانه باشد. کاظم غریب‌آبادی گفت که این موضوع نشون میده که آنها همچنان به تفاهم هسته‌ای به عنوان پلی برای ورود به سایر موضوعات غیر مرتبط مانند مسائل منطقه‌ای و موشکی نگاه میکنند. بنابراین آنچه را که حسن روحانی و تیم او در ارتباط با مذاکرات وین از تفاهم‌های مهم گفته بودند با سخنان کاظم غریب‌آبادی کاملا در تضاد هستند. حسن روحانی
در هفته های گذشته گفته بود که اگر تندروها در جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی اجازه میدادند، دولتش توافق اتمی را به سرانجام رسانده و تحریم ها برداشته شده بودند. اکنون کاظم غریب آبادی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان های بین المللی در وین به اختلافات غیر قابل راه حل در مذاکرات وین اشاره میکنه. کاظم غریب آبادی میگه کل تفاهم را آمریکایی‌ها به پذیرش بندی در خصوص انجام گفتگوهای آتی در مورد مسائل منطقه‌ای گره زدند. با بنبستی که در مذاکرات وین به وجود آمده، مذاکرات قاعدتاً میبایست از صفر بعد از استقرار دولت رئیسی شروع بشه، مشروط به آنکه بعد از انتقادهای سخت علی خامنه‌ای به حسن روحانی، دولت آینده رئیسی اعتقادی به مذاکرات داشته باشه. روز چهارشنبه 28 ژوئیه 2021 وبسایت دیپلماتیک آمریکا به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکا درباره مذاکرات احیای برجام در وین نوشت که اگر دولت آینده ایران فکر میکنه برای بازگشت به توافق میتونه بیشتر بگیره و کمتر بده، این یک توهم است و آنها این موضوع را خواهند فهمید. در چنین شرایطی بر اساس مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اجازه بازرسی تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارند و جمهوری اسلامی با غنی کردن اورانیوم در سطح 60% و تولید فلز اورانیوم که استفاده نظامی داره سریعاً به امکانات ساخت بمب اتمی نزدیک میشه. این موضوع باعث نگرانی شدید دولت اسرائیل شده و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل صحبت از آمادگی نظامی اسرائیل برای حمله به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی میکنه. از طرف دیگر جمهوری اسلامی اسرائیل را تهدید به موشکای بالستیک خود کرده و ادعا میکنه که در صورت حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل را به خطر خواهد انداخت. در این میان دولت جو بایدن با شرایطی که در افغانستان و تقویت نظامی طالبان پیش آمده، در عراق نیروهای نظامی آمریکا بر نیروهای حشد شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی پیروزی نظامی نداشتند و اکنون توافقنامه خروج نیروهای رزمی آمریکا از عراق را با دولت مصطفی الکاظمی امضا کرده و در یمن با فقدان پیروزی نظامی توسط ائتلاف عربستان سعودی خواهان خاتمه جنگ یمن شده، آقای جو بایدن آمادگی جنگ دیگری و بسیار خطرناکتری از افغانستان و عراق این بار بر علیه جمهوری اسلامی را نداره. بنابراین برای آمریکا جنگ با جمهوری اسلامی منتفی است. ادامه تحریم‌های حداکثری ترامپ تا به حال نتوانستند رژیم جمهوری اسلامی را وادار به دادن امتیازات زیادی به آمریکا بکنند، گرچه دود تحریم‌ها به چشم مردم فرزده ایران می‌رود. در نتیجه این سوال مطرح است: جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی و یا احیای برجام؟ امروز روز به روز آشکارتر می شود که فقط احیای توافق اتمی برجام قادر است تا کنترل فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تأمین بکنه و جلوی ساخت بمب اتمی ایران را بگیره. احیای برجام است که می‌تونه از عملیات نظامی اسرائیل بر علیه ایران جلوگیری بکنه. در صورت جنگ اسرائیل بر علیه ایران شکی وجود نداره که جمهوری اسلامی عکس العمل نظامی به اسرائیل نشان خواهد داد و در این صورت پای آمریکا به جنگی که خواهان آن نیست و برای آمریکا در منطقه خاورمیانه فاجعه خواهد بود باز می شود. بنابراین تمام راه حل های قهرآمیز نمی توانند مطرح باشند. این برجام است که می تواند
به مهمترین عامل برای جلوگیری از جنگ تبدیل بشه و راه ساخت بمب اتمی ایران را مسدود بکنه. بینندگان عزیز، در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که ویدیو آگهی کتابم را پخش بکنند. من قبلا به شما بدرود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش، نویسنده کتاب رد پای من، میراث جنگ سرد، از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ‌های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا تجسمی از جنگ سرد داشته باشید. این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من، میراث جنگ سرد، با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 kitab.com. شایانی، اولین و با تجربه ترین وکیل متخصص تصادفات و آسیب‌های ناشی از کار در جامعه ایرانی کالیفرنیا، بزرگترین دفتر حقوقی تصادفات در خدمت جامعه ایرانی با بیش از 50 کارشناس حقوقی، تجربه رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده حقوقی و اخذ صدها میلیون دلار برای پرونده های مشتریان. از تجربه ما در رسیدگی به ده ها هزار پرونده موفق و دریافت صدها میلیون دلار خسارت به نفع پرونده خود استفاده کنید. انتخاب ما انتخاب بزرگترین و موفقترین دفاتر وکلای تصادفات در جامعه ایرانی برای دریافت بالاترین خسارت است. تلفن مرکزی 818-777-7777 Lucky 7. پیام شایانی. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت 79 دلار در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Tell تماس حاصل نمایید. Magic Tell، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Tell. گل فروشی بلکستون با مدیریت رامیار سیاسی، برنده جهانی طراحان گل. زیباترین تزیین و طراحی انواع گل‌ها، جهت جشن‌های نامزدی، عروسی، تولد، مناسبت‌های گوناگون و مجلس ختم. تلفن 408-771-6140 در شهر ساراتوگا جنب قنادی بیژن.
بستنی اکبر مشتی یعنی ما و ده ها سال خاطره شیرین. بستنی اکبر مشتی در هالیوود منتخب ABC, CBS, CNN, تریپ ادوایزر, لوی ویتون و امریکن ایرلاینز به عنوان یکی از بهترین بستنی ها پس از بیش از 41 سال انتظار و تقاضای شما عزیزان شعبه دوم خود را در وست‌وود تقاطع میزوری افتتاح کرده. 1898 وست‌وود بولوارد 424 369 50